از اون چه که بر سرمون گذشته تا امروز و همه این حرف و حدیث ها چی باید یاد بگیریم؟ خب شما من یه جایی بردید که حالا شاید کمی هم با جناب گنجی متفاوت باشم. من اصولا خیلی با تاریخ میونه ای ندارم، با وجودی که به هر حال به دلیل رشته و کارم یه مقدار باید بهش توجهی داشته باشم، چون واقعا معتقدم که حتی در خصوص انسانی که خیلی کمتر از جوامع امروز با گذشت زمان تغییر پیدا میکنه، اینکه ما از تاریخ بخوایم درس بگیریم فکر خوبیه، ولی باید انتخاب کنیم چی کار میخوایم بکنیم. یعنی بنده میتونم شما بیاد از انقلاب 57 بفرمایید یا انقلاب مشروطیت، یا برید سراغ انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب روسیه، من به شما 20 جور درس متفاوت و متضاد میتونم بدم. پس بنابراین اون خیلی کمک نمیکنه و به همین جاست که گفتگوهای تاریخی رو در بیان مسائل خیلی کلی و یا بعد از اتفاق که بتونیم روابط رو تا حدودی بفهمیم میشه ازش استفاده کرد. تعمیمش با آینده مقدار کاریست که ما رو دوچار اشکال میکنه. یعنی امروز مردم ایران در داخل، ایرانیان خارج از کشور، آنچه که در سطح جهانی در امروز اتفاقات توی 10 سال میفته که در گذشته تو ای بسا 10,000 سال میفتاد، دیگه به من شما اجازه نمیده که خیلی ببینیم گذشته چه کردن. که بس من خیلی دنبال درس نیستم. و بعدم شما میدونید در تجزیه و تحلیل علمی ما قرار است 1,000 تا و 10,000 تا و 100,000 تا و 1,000,000 تجربه قانون بسازیم و بعد قانون رو ببریم پیاده کنیم. الان اون چیزی که میتونم ازش بفهمم این است که در صحنه سیاسی یا در صحنه اقتصادی یا اجتماعی یا مسئله حقوق بشر یا آزادی ها و برابری ها، ما الان کجاییم، فشارها و تنگناها کجاست، خطر کجاست. و به نظر من ما الان در یه شرایطی در جامعه ایران قرار گرفتیم که یه ساخت و آمادگی زیربنایی برای آشفتگی و به هم ریختگی و جنبش و اصلاحات و انقلاب وجود داره در تجزیه و تحلیل علمی، یه فشار و بستاد گیر افتادن سیستم در زمینه مخصوصا اقتصادی و ایدئولوژی و بحران‌های سیاسی و برم سیاست بین‌المللی وجود داره و این دوتا وضعیت رو به یه مرحله کاملا انفجاری رسونده. و حالا برای که این دو قسمتی که در اصطلاح جامعه شناسی به عنوان structural conduciveness و structural strain میشناسیم، که دوتا پایه هر مثلا جنبش اجتماعی و انقلاب و اصلاحات هست، مهم مسئله باورها و اعتقاداته. یعنی اینجاست که به اعتباره افراد و اون باور گروهی و جمعی در اینجا معنا پیدا میکنه و این اون چیزیست که باید فهمیدش الان کجاییم، چون اونه که بعدن زمینه رو برای عوامل جرقه یا پرسیپیتیتینگ فاکتور مهیا میکنه، که در حقیقت در این شرایط آماده برای انفجار به دلیل باورها چه اتفاقاتی میفته و بعدن سمت و سوی اون جنبش و حرکت به کجا میره. اینجاست که من میتونم برای که جناب گنجی رو میخوام بشنوم، اینجاست که من میگم یه کسی باید همون گونه که ما در گذشته، البته حالا با راحتی و آسودگی چون میدونیم چه اتفاق افتاد، امروز رو ارزیابی کنیم. یعنی سیستم اقتصادی رو، سیستم سیاسی رو، سیستم حقوقی رو یا قانونی رو، نظام خانواده رو، نظام آموزش و پرورش رو، ماجرای دانشجویان و طبقه روشنفکر رو، طبقه متوسط رو، طبقه کارگر رو، برای یه جامعه مانند ایران مسئله زنان رو، وقتی که شما اینا رو اوضاع رو ارزیابی کنید، حالا میتونید یه قواعدی داشته باشید. بله، در اینجا فرهنگ ایران، جامعه ایران، گذشته ایران، تاریخ ایران حالا میتونه به شما بگه که انتظارات شما چی میتونه باشه یا اتفاقات شما چه میتونه باشه. ولی اینکه من بیام از آنچه که همکنون میگذره بخوام یه نتیجه گیری برای 5 سال و 50 سال بعد بکنم، یا از 5000 سال یا 500 سال یا 50 سال قبل بخوام برای حالا نتیجه گیری بکنم، من فکر میکنم هم گرفتار میکنه، چون اونجا خیلی در حقیقت انتخابی است. من میتونم از انقلاب 57 بگم پس مثلا اگر شما جزو بخش حکومتی و دولتی باشید این کار رو بکنید، مخالفین باشید این کار رو بکنید. درست، یک کسی میتونه از همون حادثه انقلاب 57 نتیجه عکس رو بگیره. مشخص من که برای بیرون اومدن از این مخمسه
چه باید کرد؟ کدام مخمصه؟ مخمصه ای که امروز جامعه ایران باش مواجه است، یعنی بختک جمهوری اسلامی که بر سر این جامعه. حالا شما چون این بحث رو دارید از جناب گنجی بپرسید که تخصصشون این است که چه باید کرد. من متاسفانه یا خوشبختانه طور که میدونید میتونم نظر داشته باشم که چه خبر است و احتمالاتش رو بگم، ولی اینکه چه باید کرد که یک کار فعال و کنشگر سیاسی یا آدم آگاهی، اونو بنده اونجا کم میارم. آقای گنجی شما بفرمایید. والا آقای دکتر هولاکویی خیلی لطف میکنم، بنده هیچ تخصصی ندارم و به حال بین من تو مقالات بسیار گفتم بین سه تا مفهوم رو باید متمایز قائل بشیم. یک نوع فعال حقوق بشر داریم ما، یک نوع روشنفکر قلمرومی داریم و یکی اپوزیسیون سیاسی. بنده خودم جزء اپوزیسیون سیاسی به این تعبیر نمیدونم. اپوزیسیون سیاسی یعنی گروه هایی هستن که میخوان رژیم حاکم رو بیارن پایین، برن آلترناتیو هم بشینن جاش. من به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک فعال حقوق بشر فعالیت میکنم علیه این رژیم، به خاطر اینکه یک رژیم سرکوبگر استبدادی هستش، ناقض حقوق بشر هستش. و حالا تصویری که به نظرم میرسه چند نکته هستش که خدمت شما عرض میکنم. هیچ تخصصی هم نیست، صرفا به عنوان یک نظرات فهمیه که من از مطلب دارم و در خدمت رو عرض میکنم. ببینید نکته ای که رژیم الان گرفتار همونطور که آقای دکتر هولاکویی فرمودن انواع بحران هاست. یکیش بحران ایدئولوژیه، یعنی رژیم اون ایدئولوژی که داشته صدمه بسیار خورده و به هیچ وجه قادر به بازسازی ایدئولوژی خودش نیست. این یک بحران. بحران دوم بحران مشروعیته. رژیم مشروعیت خودش رو از دست داده و الان نمیتونه بازسازی مشروعیت برای خودش بکنه. یکی دیگه بحران ناکارآمدیه. رژیم با ناکارآمدی روبرو هستش. شما به همین نمونهش دولت احمدی نژاد به همین 6-7 سال اخیر نگاه بکنید، یک دولتی سر کاره که در همه زمینه‌ها ناکارآمده. بیشترین درآمد ارزی نفت رو در این دوره ما داشتیم، در این دوره این آقا، و شما وضع اقتصادی کشور رو میتونید ببینید. یکی دیگه از بحران‌های ما بحران بین‌المللیه که الان ایران با جهان غرب، دولت‌های غربی و تو منطقه با دولت‌های عربی و با اسرائیل به یک مرحله حادی رسیده. انواع و اقسام تحریم‌های اقتصادی شدید بر ایران وضع شده و اینا باز هم تشدید خواهد شد و کشور ما با خطر حمله نظامی مواجه هستش که خطرش هم کم نیست، خیلی هم بتونه بالا باشه. یک چنین وضعیتی الان کشور ما قرار داره. این یک طرف قضیه. یک طرف دیگه قضیه اینه که سطح توسعه اجتماعی مردم ما، اینور اون وضعیت رژیم بود گفتم، اینور الان دارم به مردم میپردازم، سطح توسعه اجتماعی مردم ما در این 33 سال گذشته بسیار رشد کرده. جامعه، یعنی جامعه ما تعداد دانشجویانش به چند میلیون رسیده از چند صد هزار نفر و الان زنان ما اکثریت دانشجویان ما رو تشکیل میدن، اکثر فارغ التحصیلان ما رو تشکیل میدن و در حوزه های بسیار مختلف این زنان، یعنی از یک سو شما بالا رو میبینید که رژیم قوانین تبعیض آمیزی داره که ضد زنه، از این طرف دیگه شما مشاهده میکنید که این زنان مقاومت کردن، ایستادن جلوی این رژیم و تونستن رشد بکنن، رشد کردن، دانشگاه ها رو گرفتن، فیلم میسازن، تو عرصه کتاب هستن، تو عرصه رمان هستن، تو سینما هستن، فیلم میسازن، فیلماشون جایزه های بین المللی میگیره، تو همه عرصه ها حضور دارن. یعنی سطح توسعه اجتماعی ایران، یعنی مردم ایران در حیطه های مختلف رشد کرده و این سطح از توانایی رشد اجتماعی ایران این با این سطح رژیم سازگاری نداره. به تعبیر مثالی بزنم که بتونم حرفامو مراد خودم اگه بتونم بگم، شما یک بچه‌ای رو در نظر بگیرید که این بچه مثلا 3-4 ساله است، شما یک لباس دوختید برای در قد و قامت اون بچه 3-4 ساله، اون بچه الان بزرگ شده 40 ساله، شما دیگه نمیتونید اون لباس بچه 3-4 ساله تنش کنید، اون بچه اون لباس بر تنش پاره نمیشه، دریده میشه. وضعی که جامعه ما داره الان اینجوریه، به یک تعبیر اون لباسی که در سال 57 دوخته شد به تن اون بچه مثلا 3-4 ساله بوده، این بچه الان بزرگ شده 40 ساله، 34 سال از این انقلاب گذشته. این جامعه از جوانب گوناگون رشد
کرده، توسعه پیدا کرده. شما فقط به سینمای همین جامعه نگاه بکنید، به فیلمایی که میسازن نگاه کنید، چند تا فیلم بعد از انقلاب جوایز بین‌المللی گرفتن و همینطور دارن میگیرن. به زنان این جامعه نگاه بکنید، به جنبش فمینیستی که اینا درست کردن نگاه بکنید. خب مقاومت داره میکنه جامعه. شما تو این جامعه نگاه کنید، به زندانیانش نگاه کنید، از درون زندان‌های این رژیم نامه می‌نویسن علیه خامنه‌ای، ایستادگی دارن میکنن و افراد تو همون جامعه دارن مقاومت میکنن. شما هفته ای نیست که تو درون اون جامعه یک نامه علیه خامنه‌ای در نیاد. خب این تحولاتیه که تو این جامعه شده، جامعه داره مقاومت. اون لباس دریده شده، اون لباسی که جمهوری اسلامی دوخته بوده برای قد و قامت اون جامعه پاره شده، با وصله کاری چلکیکی کردن درست بشو نیستش. این دو راه حل میتونه داشته باشه. ممنونم من. پس آقای دکتر راکویی، آقای دکتر راکویی، ایشون میگن این بچه 40 سالش شده دیگه اون لباسه بهش نمیخوره. این لباس مناسب رو چه خیاطی باید برای این مرد 40 ساله امروز بدوزه و شما به عنوان یه جامعه شناس توی افق چه میبینید؟ چون به هر حال شما از طریق نگاه کردن دقیق‌تر به جامعه، به عنوان یک کسی که متخصص جامعه شناسی هستید، شما میفرمایید که 2 سال قبل از انقلاب اسلامی پیش بینی کردید انقلاب داره میاد. قاعدتا در جامعه شناسی پیش بینی نمی کنند، ولی شما کردید، در کتابتون هم اشاره کردید آمده. حالا چطور هیچ نصب کنید؟ اولا اگر در جامعه شناسی شما پیش بینی نکنید پس معلوم علمی ندارید. علم بزرگترین مشخصش این است که توانایی پیش بینی میکنه. این نمیدید پیش کنید بس بحث علمی ندارید. این که احتمالات مختلف رو با درصدهای متفاوت مطرح کنی کارتونه و الا من نگاه شما رو میخوام. نگاه چون آخه یه چیزی گفتید، بعدم این که فرمودید من 4 سال قبل از انقلاب 75 من کتابام نوشتم. خب پس دیگه بدتر شد. بدتر شد. من خودمو در اختیار شما گذاشتم برای هر تیربارانی. من از اون با... من قصدم تیرباران نیست. نه مطمئنم، مطمئنم شما محبت دارید، گلباران میکنید، خوشبختانه در خدمتتون هستم. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من مطلبی که جناب گنجی فرمودن بسیار موافقم. یعنی اصلا این جامعه نگاهش قابل مقایسه با گذشته نیست. یعنی من الان تجزیه و تحلیل جوونا و بچهای دانشجو رو به مراتب علمی‌تر و واقعی‌تر از تجزیه و تحلیل استادانی که در خدمتشون بودم و با هم همکار بودیم در اون زمان می‌بینم. پس بنابراین این دگرگونی پیدا شده. اشاره‌ای که به جنبش زنان و آگاهی و آزادی زنان از نظر ذهن و به هر حال زندگی خودشون می‌بینم چیزی نیست که بشه کارش کرد. اینکه چه خیاطی باید بدوز، احتیاج باید به خیاط نداریم، احتیاج به این داریم که بریم ببینیم این لباسایی که هست چه در زمینه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی کدومش مناسب است و ذره ذره بپوشیم. خوشبختانه پولش هم داریم و ضمناً در بازار هم هست. به همجاست که ما یه نگاه تازه‌ای داریم که در حقیقت در قرن 21 برای یه جامعه مانند ایران وقتی به موضوعهای اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی میرسید، هر کدوم از اینها اون بستا، یعنی مثل جوراب مناسبه، کفش مناسبه، کت و شلوار مناسب اگر مرد باشه یا لباس مناسبه برای یه زن، اینا همه خوشبختانه فراهم است. درست مثل همه چیز انتخاب من و شماست. یعنی ما در دنیایی هستیم که وارد واقعا یک مغازه بزرگی شدیم، یکی از این کارت ها رو هم داریم و قرار است از وسط این 1000 قلمی که اونجاست 40 تاش رو که بهش احتیاج داریم انتخاب کنیم و در نتیجه فراهم است. تنها نکته ای که کاملا با جناب گنجی موافق هستم این است که اون چیزی که در گذشته داشتیم متوجه شدیم که مال الان نیست. هر جامعه دیگه هم بود به هر حال بعد از 30 سال 40 سال قرار نبود که آنچه که در گذشته استفاده کرده در دنیای با این همه تغییر و دگرگونی مناسبش باشه. بنابراین مسئله اصلی انتخاب لباس مناسبه. امیدوارم که در فرصت‌های بعدی که برامون پیش میاد مشخصات این لباس رو بیشتر پیدا بکنیم و برای من بسیار جالب بود هماهنگی دو شخصیت شرکت کننده در برنامه. کار من رو بسیار دشوار کرد و در بعضی موارد ناچار به تسلیم شدم، ولی به هر حال گفتگوی جالبی بود، گفتگوی خوبی بود. من برای شما روز خوبی را آرزو میکنم جناب
گنجی و همینطور برای شما